ابتدا جنرال شوارتزکوف آمریکایی به ایران آمد و بعد شاهزاده خانم ایرانی و زاهدی و شعبان جعفری با هم کودتا کردند. دیکتاتوری نظامی دوباره با شدت بیشتر ادامه یافت. شکنجه و تیرباران قهرمانان آغاز شد. دکتر فاطمی با 40 درجه تب بعد از تحمل شکنجه های طاقت فرسا به پای چوبه دار برده شد. کریمپور شیرازی زنده زنده سوخته شد. روزوه از قهرمانان شرافتمند تیرباران شد. در اینجا مسعود رجوی توجه حاضران را به چرت زدن یکی از قضات نظامی جلب کرد و گفت: نگاه کنید، یکی از آقایان دادرسان خوابیده است. حضار و خبرنگاران خندیدند و قاضی مزبور با دستپاچگی از خواب پرید. مسعود رجوی آنگاه به تشریح وضعیت اقتصادی پس از کودتای 28 مرداد پرداخت و گفت: از نظر اقتصادی به زودی واردات 7 برابر صادرات شد. تحت تأثیر سلطه خارجی تورم ارزی ایجاد شد، به طوری که در سال 1336 ریال به نحو چشمگیری تنزل کرد. رئیس دادگاه: به کیفرخواست مربوط نیست. مسعود رجوی گفت: پس اجازه بدهید از انتخابات بگویم. وقتی آبها از آسیاب افتاد و مخالفین سرکوب شدند، یک مجلس فرمایشی تشکیل شد. در حوزه‌های رأی‌گیری گونی گونی شناسنامه پیدا می‌شد بدون آن که شمرده شوند. در اینجا مجدداً داستان اعتراض کرد و مسعود رجوی گفت: پس اجازه بدهید مقداری از نفت بگویم. و ادامه داد: قرارداد معروف 50-50 هم پر از وعده‌های توخالی تصویب شد. بعد از تصویب این قرارداد در مجلس فرمایشی تمام دستاوردهای نهضت ملی زده شد. باز جریان نفت به پشت درهای بسته کشیده شد، چرا که در پشت درهای بسته بهتر می شود خیانت کرد، ولی در جراید صحبت از رهبری خردمندانه هم بود. البته به خاطر فریب مردم ایران، ملی شدن نفت را به رسمیت شناختند، عین شیر بیال و دم. یک شرکت نفت ساختند که بگویند مظهر این ملت است. اما آمدند اداری امور اکتشاف و استخراج را از کنسرسیوم جدا کردند و برای آن شرکت جداگانه درست کردند. در عوض شرکت‌های تشکیل دهنده کنسرسیوم